خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی بینندگان محترم. من در راستای اعلام نتایج انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، حوزه‌هایی که به هر حال منتخبینش معرفی شده رو در خدمت شما قرائت می‌کنم. حوزه بهار و کبودر آهنگ، جناب آقای فتح‌الله توسلی، تعداد آرای 38,195 رأی رو از مجموع آرای صحیح 95,717 رأی به دست آوردن که منتخب حوزه بهار و کبودر آهنگ هستند. در حوزه رودبار، حوزه انتخابیه رودبار، جناب آقای مهرداد گودرزوند چگینی تعداد آرای 18,788 رأی رو به خودشون اختصاص دادن که از مجموع آرای صحیح 43,936 رأی هستند که به هر حال از حوزه انتخابیه رودبار به عنوان منتخب معرفی میشن. در حوزه انتخابیه لنگرود، جناب آقای مهرداد لاهوتی با تعداد رأی 24,936 رأی از مجموع آرای صحیح 51,741 رأی منتخب مردم شریف لنگرود هستند. حوزه انتخابی ماهنشان و ایجرود، جناب آقای سید جمال موسوی تعداد رأیی که به دست آوردن 20,821 رأی از مجموع آرای صحیح 39,796 رأی هست که ایشان منتخب حوزه انتخابی ماهنشان و ایجرود هستند. در حوزه انتخابی مریوان و سرواباد، جناب آقای امید کریمیان از مجموع 50,719 رأی صحیح 11,067 رأی رو به دست آوردن که منتخب مردم شریف مریوان و سرواباد هستند. در حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه، جناب آقای سید یحیی سلیمانی با تعداد رأی 51,577 رأی و جناب آقای محمد رستمی با تعداد رأی 44,114 رأی دو منتخبی هستند که از مجموع آرای صحیح 168,877 رأی منتخبین حوزه انتخابی نیشابور هستند. در حوزه انتخابی چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد از مجموع آرای صحیح 115,268 رأی جناب آقای محمد انور بجارزهی 54,025 رأی رو کسب کردن منتخب این حوزه هستند. در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان، جناب آقای هادی محمدپور به تعداد رأی 17,769 رأی از مجموع آرای صحیح 57,356 رأی منتخب حوزه گناباد و بجستان هستند. در حوزه انتخابیه مهاباد از مجموع آرای صحیح 41,286 رأی جناب آقای سلام ستوده با 15,885 رأی منتخب مردم شریف مهاباد هستند. اما در حوزه انتخابی قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، آقایان عمران عباسی کالی، مصطفی معلمی، کمال علیپور خنکداری و آقای علی کشوری مجموعه 4 نامزدی هستند که موفق شدن به مرحله دوم راه پیدا کنند. من تشکر می‌کنم از صبر و حوصله
همه خبرنگاران، رسانه‌های محترم، به محض اینکه باز مجدد تجمیع آرا صورت گرفت، از نایه هیئت‌های اجرایی و نظارت برای ستاد انتخابات کشور نتایجی واصل شد، حتما فلفور اطلاع رسانی می‌کنیم.